سلام دوستان عزیز، دوستان عزیز، باشگاه دستی ندارید، میخوام بدن خوشتی و خوشفرم کنید. این اولین برنامه من با امیر هستش، با پسر من دیگه. من در جلو انجام میدم، پسر من از عقب منو دنبال میکنه. دیگه دویش در جا دیگه، این اولین حرکت است که ما میخوایم اول بدن خودمون رو گرم کاری کنیم. دویش در جا میریم تا بدنمون یک کمی عرق کنه. وقتی بدنمون گرم آمد، باز دیگه میتونیم تمرینات و خیلی شروع کنیم. دیگه شما دوستان عزیز تا میتونید با این حرکات، با این تمرینات دیگه بدن خودتون رو گرم کنید. دیگه دویش در جا برید. از این زاویه نگاه کنید. آفرین، یکم فاصله بگذارید بابا جان. آفرین. دیگه بدن تا بدن خوب گرم بشه، یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه. دیگه وقتی بدن گرم شد، دیگه میتونید تمرینات شروع کنید. دیگه لااقل آسیبتون به حداقل یا به صفر برسه. دیگه آرام آرام دستاتون به حالت، آفرین، کم کم اینجور که نرم شد باستر شد. بایدکس شما انجام بدید و کم کم دستات رو باز کنیم. خب، بعد به این حالت پروانه بپر. آفرین، تا بدنتون خوب گرم گرد. بعد یه پروانه موقع نفس عمیق بکش، همین که دیگه خسته نشی. یه نفس عمیق اینجوری، نفس عمیق باعث میشه که یادم خسته نشی. دیگه همینجور با این حالت دستون قرار بدید و این انجام بدید تا موچ دستت، شانه هات همش گرم میشه. دیگه تا بدن تا خوب گرم نشده هیچ حرکتی انجام ندید. دیگه من این برنامه کامل میذارم که دیگه شما متوجه باشید که چی نوع حرکات و چی نوع تمرینات انجام میدید. این دیگه برای گرم کردن عالیه. از این زاویه من رو ببینید، من دستام تو کف زمین گذاشتم و به این صورت شانه های خود را گرم میکنم. بعد همینجور که دستون چیز هست، تو کف زمین هست، شانه تون رو بالا و پایین کنید تا شانه هاتون خوب گرم بشه. بعد دستتون برعکس بگیرید و آرام آرام ضربه بزنید تا کم کم موچ دستتون خوب نرم بشه که موجب ناراحتی نشه که انجام حرکات میکنید. دیگه دستاتون خوب گرم باشه که آسیب نبینه. بعد به حالت خودتون دستتون به کف زمین میمانید و خودتان را جلو میکشید به حالت که دیگه خوب موچ دستون گرم میشه. بعد از اینجا بگیر و به حالت ضربه بزن تا از اونات شانت، از اونات دست دیگه کش زانش قریب میشه که موقع حرکات دیگه آسیب نبینه. بعد بازم شانهتون اینجوری بالا پایین کن تا خوب شانه هات گرم بشه که آسیب نبینه. خیلی خوب. الان دیگه با دست شنا کن.
آرام با این دست آرام آرام شنا برو تا آفرین آفرین تا بدن خوب گرم بشه. دیگه دست رو بذار اینجا قشنگ بیا یه حالت آرام آرام از اینجا پات بگیر. اگه بیاید تا اینجا میرسی تا اینجا میرسی تا هر جایی میرسی آرام آرام ضربه بزن تا بدن گرم شه. از اینجا پات هم بگیر آفرین. دیگه به مرور زمان دیگه بدن گرم شه، نگران نباش. زانو با صاف کشار زانو صاف بگیر. پات هم نوک پات میکنی کشیده نوک پات کشیده بعد اینجا آرام آرام از کف پات اگه میرسه بگیر نمیرسه شکار نداره. دیگه به مرور زمان دیگه بدن گرم میشه. وقتی گرم میشه و تمرین کنی کشتانش قوی میشه و هر روز دیگه کم کم دیگه بدن نرم تر میشه. دیگه روزی میرسی که مثل قشنگ سینه تو به زانو رو بچسب. خیلی خوب یه همین قد بس. خب دوستان عزیز من اول حرکت رو برای امیر وال پوشا به در نظر گرفتن که به این صورت اجرا میشن. دیگه بابا دست به حالت بگیر و وال پوشا برو. نه 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 دست به حالت به حالت صاف بگیر. خب یعنی خب صاف بگیر آنجا دیگه فقط خمون راست میشه. آره برو آفرین آفرین این درست. دیگه باید دستاتون رو طوری بگیرید که آنجا فقط خم و راست میشه. دیگه هر اندازه در توان داری اینو بزن. یک خدای خواسته فشار زیاد بهت نردن باشه. آفرین کمرت هم قشنگ کاری کن که کمرت نشکن به بالا آره. آفرین خوص باشه اینجا یکم خوص باشه شکنن. آفرین آفرین بی حالت آره. دیگه بی حالت برو عالیه خیلی خوب خوب بس. دیگه استراحت کن باز همین رو با هم تکرار میکنیم. خب دوستان من دیگه سه تا دهتایی یا سه تا هفتایی به اندازه توان امیر اینو دیگه من در نظر میگیرم که توان خود امیر چند تاست. این اولی حرکتش بود. دو حرکت شما دو من اینکه پوشا به در نظر گرفتم به این صورت اجرا میشه. امیر خوب قشنگ دست به حالت بگیر. خوب بعد بیا اینکه پوشا بود. دیگه بریم چند تا میتونیم برو آفرین آره این یک کمی سنگینی میکنه عالیه ولی باید فرمیت خراب نشه. به این صورت اینجا بایستان نگاه کن وقت من میرم خب وقت دستم من میگیرم اینجوری ببین پشتم دیگه هیچ تغییر بهش نمیاد. یه پشتم به حالت که اولی میمونه ولی تو اینجوری نکن دیگه اینجوری نشه. یه قشنگ آره به این صورت برو آفرین خب خوبه ولی یکم فرمش خرابه. پس بیا اینو بالاتر امتحان کن بالاتر اینو چطور خب خوبه اشکال نداره. دیگه به مرور زمان فرمش درست میشه. دیگه من این دومین حرکتیه این دومین تمرینی که برای امیر بنذارفتم اینه. شما میتونید دیگه الگو بگید اینقدر امیر باید از این پوشابا بزنه تا پوش بازوش قوی بشه پوش بازوش با سینش. این حرکت عالیه. و اما سومین حرکت که من برای امیر بنذارفتم نی پوشاپ هستش به این صورت اجرا میشه. دیگه سعی کن امیر خودتون رو بازن خود به حالت خب بعد نی پوشاپ برو دیگه دیگه هر اندازه که میتونی برو یک دانه دو دانه دیگه هر اندازه در تمام داری برو برو آفرین آفرین عالیه عالیه عالی عالیه اشکال دیگه فرمش دیگه کم کم درست میشه بس. خب دوستان من سه تا حرکت دیگه برای امیر دنزر داشتم که دیگه اینا رو امیر زد. دیگه وال پوش آپ اینکلاین پوش آپ و نی پوش آپ این سه تا دیگه بس برای سینه و پشت بازو. دیگه من باید برم برای جلو بازو و زیر بغل و بعدش هم برم برای پا. خب دوستان عزیز ما رسیدیم به حرکت های زیر بغل و جلو بازو. خب امیر بیا نگاه کن
ببین چند تا میتونی بار فیکس بری. برو آفرین. آره دست خوب است، دست قشنگ اینجا بگیر. آفرین آفرین احنام برو 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 نشد خواه خیلی است. خب والا نگاه جلو بازو رو باید تر ایره خمین بری. خواه برو برو جلو بازو چه خمین است جلو بازو است برو 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 خواه خیلی است. خب دوستان امیر خیلی ضعیف بازو باشه، پس من چیکار کنم؟ باید این یکی رو در نظر بگیرم. اینم این چطوری کار میکنه؟ یه من اینو میبندم اینجا. ولی خودش فکر نمیکردم امیر قد چیز به دستانش ضعیف باشه. ولی با امید خدا این دیگه سه میکنم دو سه ماه چهار ماه دیگه سه ماه دیگه این دیگه قشنگ میتونه بار فیکس چند تا بره دیگه. امیر دست بابا جون بیا اینجا قشنگ اینو بگیر. خب از اینجا اینجوری بگیر. خب یا زانواتم به او باشه بعد اینجوری برو این راحت. خب اینو دیگه باید بتونی اینو بی حالت بکش تا اینجا سینت. برو آفرین همونجا پات خوب آره آفرین بیا پایین برو بالا آفرین آره عالیه. کم کچکولا میشه ولی این درست میشه اشکال نداره. بعد بیا این یکی رو امتحان کن. این یکی دیگه برای جلو بازو و زیر بغل و همیشه برای پشته دیگه. از پات کمک بگیر، از زانوهاتم کمک بگیرید که بیاید بالا. برو بابا جان نصب کن دست یکم نزدیکتر نزدیکتر. آفرین 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 برو خب آفرین محکم بکش. خب برو خیلی خوب. این برای امیر من اینو در نظر میگرم. اینقدر امیر باید از این حرکت بزنه. شما هم سعی کنید زانواتون از زانوتون به این حالت خم بد خودتون بکش. سعی کنید اگر دستون زورتون نرسید به کمک پاتون بیاید بالا. این عالیه و بعد شما انجام میدید. این برای زیر بغل، برای جلو بازو، برای شانه، یعنی عالیه. برای پشت اینو اینقدر باید امیر بزنه که بعد دستاش قوی بشه قشنگ بتونه بار فیکس بره. خب دوستا اینم از این بود که دیگه برای زیر بغل امیر این خوبه به نظر من، همچنین برای جلو بازوش. دیگه باید برم سراغ پای امیر. خب دوستان ما رسیدیم به تمرینات پا. دیگه امیر خودتو به حالت قرار بده. بنزه از شانه داره بنزه از شانه بنزه از شانه آفرین. بعد بیا اسکوات. آره برو چند تا میتونی اسکوات بری. برو آفرین آفرین آفرین. پات عالیه، پات عالیه، ولی پات باید مستقیم بگیری، مستقیم بذار پات اون. خب حالا اشکال نداره دیگه اون دست. خب حالا پات به حالت بگیر. آفرین بنزی کنی برابر از شانت بعد به حالت. این برای باسن برای ران ها عالیه. خب حالا این از این خوب پات خیلی خوب. بعد بیا اینجا همینجا. خب پای میسنی دیلک پا میری دیلک پا آفرین. برو چند تا دیلک پا میتونی بری. برو آفرین 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 خیلی خیلی خوب عالیه. خب بیا بچه من یه صندلی برم دارم. یه پات خیلی خوبه، زوری پات خوبه. ببین اینو میتونی خب اینجا بشین. خب قشنگ با یک پایت خوب یک پایت صاف باشه یک پایت بلنش بینون پات زورش چقدر. برو آفرین شاید پات خیلی قوی باشه. نه نه اشتباه پات بذاشت اینجا 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 کم برو جن آف حالت 90 درجه. آفرین برو برو بالا. خب خب خیلیست خیلیست. خب دیگه پای امیر خوبه دیگه. دیگه من اینقدر باید تمرینات پا برای امیر برم. این پا مثلا به کنار دیوار میای
دیلک پا با یک پا، این برای دیلک پا عالیه. اینقدر باید با یک پا دیلک پا تمرین کنم و اینقدر این تمرین انجام بدم که دیگه زورش زیاد بشه و بتونه با یک پا مثلا سکوات بره، یعنی با همین با صندلی دیگه، با صندلی اینقدر باید سکوات دادم انجام بدم تا بعدش دیگه راحت قادر باشه راحت با یک پا سکوات بره. دیگه من خودم تا 50 تا با یک پا سکوات بره، این دیگه عالیه، این دیگه پاتون بسیار خیلی میبینه. خب دوستان، این هم از حرکات تمرین پا بود که من با امیر رفتم. دیگه من سعی میکنم رو پای امیر کار کنم و دیگه یک ماه بعد من ویدیو امیر رو نشر کنم و از پیشرفت امیر براتون بگم که چقدر پیشرفت کرده. دیگه شما هم با امید خدا، دیگه اگه جوانید، بچه دارید یا مثلا خودتون جوان میخواید خودتون ورزش کنید، خانم ها، آقایان که در خانه میخواید ورزش کنید، دیگه میتونید تمرینات انجام بدید. اینا عالی هستن برای شما. و من سعی میکنم تمرینات بیشتر برای خانم ها، برای آقایان، برای افراد مثل امی دیگه درست کنم و در اینجا بذارم که شما بتونید ازشون استفاده کنید. دیگه برنامه از من، تمرین از شما. خدا نگهدار.